امروز میخوام چند تا جمله تعارفی ناب و پرکاربرد انگلیسی رو خدمتتون معرفی کنم. اگه دوست دارید کلی جمله و عبارت و اصطلاح کاربردی یاد بگیرید تا آخرین ویدیو با من یعنی مالکی میرزایی همراه باشید. خب مورد اولی که معرفی میکنم اینه. Go ahead. Go ahead. یعنی بفرما، بفرمایید. موقعی که بخوایم به کسی بگیم اول شما حرف بزن میگیم go ahead. موقع ورود یا خروج از یک جایی میتونیم بگیم go ahead. وقتی گوشی تلفن رو برمیداریم میگیم Go ahead. یعنی بفرمایید. حتی وقتی که بخوایم کسی رو محترمانه از جای بیرون کنیم بهش میگیم Go ahead. یعنی بفرمایید بیرون. ببینید فیلم ها رو. پسر داشت یه چیز رو به دوستش میداد. بهش گفت Go ahead brother. Go ahead brother. بفرما داداش. بفرما برادر واو no, go ahead. واو no, go ahead. آقا می‌خواد یه چیزی بگه. از خانم اجازه گرفت. بگم یا نه؟ خانم گفت: نو گو اهد نو گو اهد نه، بفرمایید." یعنی بفرمایید، اشکالی نداره. بگی. Okay, جمله توی فیلم این بود. Okay, all right. Go ahead. Okay. Right. Go ahead. Okay. Right. Go ahead. باشه، بسیار خوب. بفرمایید. Okay, یعنی باشه. All right. یعنی بسیار خوب. Go ahead. یعنی بفرمایید. بفرما. Go ahead. Go ahead. و مورد آخر. Go ahead baby. Go ahead baby. Go ahead baby. Go ahead این مورد آخری بیرون کردن معدبانه بود. بیرون کردن با استفاده از Go ahead. نفر اول گفت Go ahead baby. یعنی برو بیرون عزیزم. اینجا. دومی جواب داد That might be a good idea. ممکنه ایده خوبی باشه. دوباره ببینید. مورد دوم این کلمه است کلمی که احتمالا کمتر شنیده باشید ولا ولا یعنی بفرمایید ببینید معمولا موقعی استفاده میشه که بخوایم یه چیزی رو به کسی نشون بدیم میشه بفرمایید ببینید نظر شما چیه شما چی فکر میکنید فیلمو ببینید ولا 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 اصطلاح بعدی که یاد میگیریم اینه آن می آن می یعنی مهمان من به حساب من اگه بخوایم بگیم به حساب تو میگیم آن یو آن یو به حساب شما یا به حساب تو ببینید فیلم رو تا تو بیشتر توضیح بدم جمله این بود You had this one drinks are on me. You had this, on this, on this, on this one drinks are on me. یعنی شما این یکی رو به هدف بزنید نوشیدنی ها به حساب من یا نوشیدنی مهمون من هت یعنی زدن به هدف زدن اصابت کردن You hit this one, drinks are on me You had this one, drinks are on me اگه این یکی رو بزنید نوشیدنی مهمون من یا این یکی رو بزنید نوشیدنی ها به حساب من دوباره ببینید You hit this one, drinks are on me You hit this one, drinks are on me مورد چهارم این جمله است. Take care of yourself. Take care of yourself. مواظب خودت باش. اینم از اون جمله‌هایی که توی تعارف و تکلف زیاد ازش استفاده میشه. مثلاً موقع خداحافظی اونجور حرفا. انگار اگه بهش نگی طرف مواظب خودش نیست. میخواد خودش رو به کشتن بده. یه تیکه فیلم ببینید. Take care yourself, right? Take care yourself, right? Take care yourself, right? جمله این بود. Take care of yourself, all right? Take care of yourself, all right? مواظب خودت باش. باشه. Right? Mm -hmm. right? mm -hmm. موارد پنجم و 6م میخوام دو تا جمله واسه تو معرفی کنم واسه تعارف به نشستن چطوری به مردم تعارف کنیم که بشینن جمله اول اینه بی بی یعنی بفرمایید بنشینید جمله دوم اینه تک پیو تک پیو یعنی بفرمایید بنشینید پیو یعنی نیمکت معنی ظاهری و تحت و لفظیش میشه یه نیمکت بگیر گاهی اوقات به جای پیو از چر استفاده میکنیم یعنی صندلی یعنی به طرف بگیم take a chair take a pew take a chair به این ویدیوها توجه کنید please be seated please be seated please be seated توی فیلم گفت please be seated please be seated لطفا بشینید take a pew take a pew take a pew اینم که کاملا مشخص بود take a pew یعنی بگیر بشین بفرما بشین مورد هفتم اینه make yourself comfortable make yourself comfortable یعنی راحت باش راحت باشید این جمله رو معمولا به مهمونمون میگیم مثلا یکی اومده خونه ما میخوایم بهش بگیم راحت باش میگیم make yourself comfortable make yourself comfortable یعنی راحت باش خونه خودته واسه این مورد من دو تا کلیپ آماده کردم هر دوتا رو میبینیم make yourself comfortable why don't you make yourself comfortable why don't you Make yourself comfortable, why don't you? خب جمله که شنیدیم توی فیلم این بود. Make yourself comfortable, why don't you? Make yourself comfortable, why don't you? راحت باش. چرا راحت نیستی؟ البته فکر کنم اینجا به تنه اینو گفت چون پسر رفت بود داشت سر وقت وصال دختر داشت باش اون ور میرفت همه رو داشت به هم میریخت اینم به تنه بهش گفت راحت باش چرا راحت نیستی make yourself comfortable یعنی راحت باش خونه خودته why don't you یعنی چرا نیستی چرا راحت نیستی

دوست داشتن دوباره ببینید like you like you مورد هشتم اینه After you After you میشه پس از شما یا اگه بخوایم دقیق ترجمهش کنیم میشه اول شما موقع غذا خوردن موقع نشستن یا موقع انجام کاری بخوان تعارف بزنم میگن After you یعنی اول شما انجام بدید شما اول شما بشینید اول شما غذا بخورید اول شما شروع کنید خودمونی ترش میشه first you first you یعنی اول شما وقتی در مورد خانم ها بخوایم صحبت کنیم میگیم ladies first. ladies first اول خانم ها یا خانم ها مقدمن خب نفر اول اینو گفت take another left through the window. take another left through the window. یعنی یه بار دیگه از طریق پنجره به پیچ به چه. نفر دوم جواب داد after you یعنی اول شما بفرمایید take left یعنی به چپ پیچیدن through یعنی از طریق از میان ویندو یعنی پنجره after you هم گفتیم میشه جمله تعارفیه گفتیم یعنی اول شما بفرمایید اول شما دوباره ببینید take another left through the window after you take another left through the window after you یه مورد دیگه می‌بینیم after you fiance after you fiance after you, پسره به دختر اینو گفت after you fiance after you fiance یعنی اول شما بفرمایید نامزد جان after you گفتیم یعنی اول شما یعنی شما بفرمایید کلمه بعد fiance fiance یعنی نامزد در اصل یک کلمه فرانسویه ولی خب توی انگلیسی هم استفاده میشه وقتی که منظور نامزد خانم باشه آخرش دوتا ای میاد مثل همینجا اما وقتی منظور نامزد مرد باشه آخرش فقط یه دونه ای میاد After you, fiance، After you, fiance. مورد بعدی که میآموزید اینه. Be my guest. Be my guest. یعنی مهمون من باش. خواهش میکنم با کمال میل وقتی این معنی ها رو میده که مثلا کسی قرار از وسایل ما استفاده کنه طرف میپرسه میتونم از این وسایل شما استفاده کنم شما میگید بی مای گست یعنی خواهش میکنم با کمال میل البته معنی های دیگه هم میده مثل هر جور میلته هر جور راحتی اختیار دارید بفرمایید این معنی ها مال موقعیه که طرف داره اجازه میگیره وقتی اجازه میگیره ما بهش اوکی میدیم این جاها می ها معنی کنیم هر جور میل هر جور راحتی اختیار دارید بفرمایید یه تیکه فیلم ببینید تا بهتر متوجه بشید go نفر اول پرسید want to have a go want to have a go امتحانی بکنی دومی جواب داد be my guest یعنی با کمال میل هر جور راحتی اختیار دارید فعل جالبی که اینجا وجود داره توی اون جمله اوله هاو گو هاو گو یعنی امتحان کردن سعی کردن برای انجام کاری طرف پرسید وان تو هاو گو وان تو هاو گو میخوای امتحانی بکنی میخوای یه تلاشی بکنی طرفم جواب داد بی مای یعنی شما بفرمایید مهمون من باشید یا هر جور راحتی دوباره ببینید وان تو گو بی مای گست وان تو گو بی مای گست خب واسه این ویدیو کافیه بقیه موارد رو در ویدیوهای بعدی میگم لینک اون ویدیوها رو گذاشتم توی بخش توضیحات اگه دوست داشتید میتونید روشون کلیک کنید اونا رو هم ببینید ممنونم که تا آخر با من همراه بودید لطفا ویدیو رو لایک کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید علامت زنگولی توپور رو بزنید برای ما یه دونه کامنت غیر فارسی بذارید یه کامنت غیر فارسی. یعنی یا انگلیسی باشه یا فینگلیش خیلی ممنونم باز هم امیدوارم که شاد و پیروز و موفق باشید